Liebe Leute, liebe Freunde, schönen guten Morgen. Es ist 6.10 Uhr. Schönen guten Morgen. Heute ist der 10.12.2012. Daher, da daher, da war's, da Bald ist Weihnachten. Bald, ja, nicht, dass die ist, ja, nicht hast. Weihnachten, ja, nicht Christmas. Bald ist Weihnachten. Bald ist Weihnachten. Bald ist Weihnachten. und es liegt schnee bei mir es liegt schnee bei mir yani یعنی बर्फ نشسته بعد پیش من جایی که من هستم es liegt schnee bei mir اونجایی یعنی که من هستم برف نشسته یا ja, es schneit es schneit und es schneit bei mir es schneien er eine hat mich t میگیره es schneit yani یعنی برف میباره بای اونجایی که من هستم مثلا دا و ایشبین بین بای میا. دا و ایش وونه. هیه بای میا. خب اینجا هم دقت کنید اس لیکت شنی بای میاد میتونم بگم شنی لیکت بای میا شنی لیکت بای میا. یعنی برف پیش من نشسته اونجایی که من هستم خب اسو که آره هم در واقع این یه حالت جا اشغال میکنه که چینی رو بعدا بیارم که شنونده یه ذره منتظر بمونه بعد چینی رو بگیم قشنگ تره یه نوع جمله سازیه یه نوع فرم جمله ساختن است خب این اس و جلسه قبلم کار کردیم آلس اسکود یعنی همه چیز خوبه چطور میگیم بعض خیلی چیزا خوبن فیلس حالا بگیم یه بعضی چیزا خوبن Einiges ist gut. is good. ist gut. Alles ist gut. Vieles ist good. Ich hoffe, is good. bei Ihnen is good. ist. Und alles gut läuft. Alles gut läuft. good is. läuft all is good, good همه چی خوب در جریانه. It's life. It's life by uns. All is good. همه چی داره خوب جریان پیدا میکنه. این اسم به همین ترتیبه. میتونیم بگیم. alles läuft. بای اون سگوت خب حالا آلس رو بعضی موقع آلس بای اون سگوت میتونیم آلس اینجا بیاریم آلس بای اون سگوت اس میاریم در واقع که آلس رو بعدا بیاریم اینا رو گفتم جلسه قبل امروز میخوام یه نوع مشابهه یه نوع مجهول کردن رو بهتون بگم با تسو او تسو او با سو میشه مجهول کرد بچه ها. یعنی مثلا وقتی من میگم دی آر باید موست گماخت ماخت وردن درس رو دنبال کنید چندین بار ببینید یادداشت بردارید خودتونم میتونید مثلا یه فعل رو میبینید جمله سازی کنید و فکر نکنید مثلا با یه بار یا دو بار دیدن و حتی فهمیدن میتونید برید بیرون و اینا رو به کار ببندید به کار بستن همیشه فرق میکنه با فهمیدن و یاد گرفتن اون خودش یه پروسه داره یادگیری یه پروسه داره به بستن هم یه پروسه جدا داره البته اینا از هم جدا نیستن مسلما ولی بکار بستن یه چیزی است که شما دیگه باید به صورت روون یا با کم آنالیز و کم فکر کردن صحبت کنید یه ذره ممکنه بتونید کم و زیاد کنید ولی موقع صحبت کردن که دیگه اونقدر زمان ندارید که فکر کنید یه جمله رو بخواید بگید بنابراین اینا رو با چندین بار گوش کنید ما درس‌ها رو میبریم جلو پیشرفت ترش میکنیم کلمات بهتر کلمات بیشتری بهتون میگم و اینا رو هی هی میفرستیم تو زن هی میفرستیم تو زن هی میفرستیم تو زن و شما هم اگر تو محیط هستید به خصوص کسانی که آلمان و تو محیط های آلمانی زبان هستن نباید فراموش کنن که حتما کنتاکت داشته باشن با آلمانی زبان ها بیرون برن صحبت کنن حتی اگر شده چهار کلمه صحبت کنن چون اگه تمرین صحبت کردن نکنید صحبت نمیتون... نمیتونید صحبت کنید صحبت کردن باید تمرین بشه دونستن و عمل کردن گفتیم دو تا چیز مختلفن. تئوری خوبه باید باشه عملی هم باید باشه. به هر دو مهم هستن. دی Arbeit موست گماخت وردن Ich mache die Arbeit das ist passiveیو satz. ich mache دی یعنی من کار انجام میدم تموم شد. Ich فیل اونجاست. خب حالا اینجا به جای دی Arbeit موست گماخت werden میتونیم بگیم دی Arbeit است zu machen. machen. یعنی yani باید انجام بشه. یعنی yani کار جهت, انجام اونجاست. باید انجام بشه. یه نوع حالت پسیو هست. یه نوع حالت مشهول کردن جمله هست. دی Arbeit ایست machen دیز und, die, diese und diese اون دیز zu زیند تو حالا اینجا دی Arbeit یه دونه آرباید بوده. بنابراین گفتم ایست. اگه دوتا بود میگفتم زیند. در brief در brief موس گلیزن ورن. یعنی نامه ه اون نامه باید چی بشه باید باید خونده بشه خب در Brief ایست تو lesen باید خونده بشه این حالت رو توی امتحان هم میبینید که ممکنه به این حالت بخواید یه جمله رو تغییر بدین از این فرم به این فرم در Brief is ist تو lesen. بگیم توی بریف نخ توی بغیف دو تا نامه موسن نخ موسن باید نخ گشکت وردن یا بگیم آب گشکت وردن دو تا نام هنوز باید چی بشن؟ فرستاده بشن برن از اونجا کنده بشن برن جایی که هست اب شکن میتونیم بگیم شکن یا گشیکت وردن خب سوی بریفه زیند سوی بریفه زیند نخ، سو، شیکن اینجا مستر میاد در واقع بعدش بعد از تو شیکن سوایب غیف از این نخ، سو، شیکن دو تا نام هنوز جهت فرستادن وجود داره مثلا اینجوری بگیم دو تا نام هنوز جهت فرستادن هستن اگه تو رو جهت معنی کنیم جهت برای استرکچره دیگه باید همینجوری یادش بگیریم Zwei E-Mails müssen beantwortet werden. Dota-Name, e mail Ich muss zwei E-Mails beantworten. Zwei E-Mails müssen beantwortet werden. Zwei E-Mails müssen gelesen werden. Ich muss zwei E-Mails lesen. Zwei E-Mails müssen geschrieben werden. شرایبن گه میاد اولش معمولا ای و ای اگه باشن تو حالت پرینسیپشون پس پرینسیپشون ای ای میشن گشخیبن ای شرایبه زوی ایمیلز ایخ موس زوی ایمیلز شرایبن زوی ایمیلز موسن گشخیبن ورن به همین تردی مثلا تو خونه چه کارایی وجود داره دیوشه موسن گواشن ورن ایخ واشه ایش موس دیوش وشن ایش موس دوش واشن وشه یعنی لباسهای کسیف لباسهای که حالا گذاشتید توی سبدی یا یه جایی واسه شستن اونا میگن وشه دیوش ایشموس دیوش واشن دیوش موسن گه واشن وردن خب بگی من وشه ها رو شستم لباسه کسیف ایشهاب دیوش گیه واشن خب واشن فقط یه گیه میاد اولش در واقع ایشهاب گیه واشن یعنی شستن حالا بگیم لباسای کسیف جهت شستن هستند دیوش زیند سو واشن فرگیست نیشت دیوش زیند دا زیزیند سو واشن فراموش نکن دی وشه لباسه کسی اونجا هستن زیدین تو باشن زی موسن گواشن وردن دی وشه زین تو باشن خب این حالت تو هم دیگه نیاز نیست اینجا پس پرفکت رو بگید یعنی صفت مفعولی رو بگید مستر میاد مستقیم دی تیما موسن گشتاوب زاوگت وردن شتاوب زاوگن ایشموس دیت سیما شتاب زاغن شتاب زاغن میاد اولش که شتاب زاغت اینجوری میشه چیزش میشه پس پرینسیپش یا همون صفت مفهولیش بچه ببینید دات سیما داریم دات یعنی اتاق دیت سیما یعنی اتاق ها هیچ تغییری توی اسم به وجود نمیاد حالت مفرد و جمع وزنگولر. plural و singular plural یعنی جمع singular یعنی مفرد و فقط این فعل هست بنابراین وقتی میگم دی که بیاد دیگه مشخص میشه جمع Die Zimmer müssen das Zimmer muss das Zimmer muss die Zimmer müssen gestaubsaugt werden من نمی‌دونم چرا فکر می‌کردم Staub saugen من فکر میگردم شتاب گزاوکت اینجوری بنویسن من همیشه اینجوری میگفتم و الان فهمیدم که گه میاد اولش که زاوکت بردن اینجوری هست نگاه کردم فکر کنم اینجوری هم بشه گفت وقتی وقتی که این شتاب و مثلا یه دونه چیز در نظر بگیریم یه دونه جسم یا یه چیز در نظر بگیریم که اون مثلا شتاوبه باید چی بشه جمعآوری بشه یا کشیده بشه ولی شتاوب زاوگن به عنوان فعل اگه در نظر بگیریم که شتاوب هم دیگه بزرگ نمی نویسن و جدا هم نمی نویسن شتاوب زاوگت میشه صفت مفعولیش دی سیم هم میسن گشتاوب زاوگت وردن خب شما اینو با تو بنویسید تمرین شماست در واقع آفگابه یک دی فنستر میسن گپوتس وردن پنجره ها باید تمیز شوند یعنی چی یعنی اِش موس دی پوتسن پوتسن یعنی چی تمیز کردن با دستمال یه چیزی پوتسن یا گردگیری کردن و اینا پوتسن با دستمال مثلا دی فنستا دا. داس فنستا دا دی فنستا دی فنستا هست. از شو نمی دونم چون دی داره دیگه اینجا هم جمعش اومده موسن دی کیندن موسن اینس بت gebracht werden بچه باید برده بشن تو رخت خواب مثلا ایش موس دی کیند اینس بت برینگن موس برنگن. من بچه ها رو بردم تو رخت خواب habe هاب دی کیند اینس بت گبراخت ایش گبراخت ایش هاب دی gebracht گبراخت دی کیند موسن gebracht گبراخت وردن باید برده شوند خب این ستا رو با سو بنویسید به عنوان تمرینتون تا درس بعد چوسی